سلام، سپر اسم به برنامه خط کابل خوش آمدید. استراحت هیئت مذاکره کننده و داغ شدن تنور جنگ در افغانستان، درگیری و تلفات نیروهای دولتی و طالبان در اروزگان تا کشته شدن 13 نیروی امنیتی در ولایت بغلان. 10 روز پیش از امروز نیروهای ملی دفاعی و امنیتی مرکز ولسوالی دهراود اروزگان را از وجود طالبان به گونه کامل پاکسازی کرده بودند. اما امروز برخی منابع میگویند این ولسوالی سقوط کرده است. سخنگوی والی اروزگان میگوید که نیروهای تازه نفس به شمول آمر امنیت فرماندهی پلیس اروزگان برای مدیریت بهتر جنگ به ساحه رفته و وضعیت تحت کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. چرا پس از پاکسازی دوباره طالبان به این ولسوالی یورش بردند؟ چرا جنگ و خونریزی بیش از هر زمان دیگر در کشور بیشتر شده است؟ روی این موضوعات با مهمانان برنامه آقایان نادر احمدزی، آگاه مسائل نظامی، و امان الله تکی، رئیس پیشین شورای ولایتی اروزگان در بحث در استودیو حضور دارند. مهمانان در بحث خوش آمدین. آقای هوتکی، با شما آغاز میکنیم. شما از این ولایت هستین، مخصوصا از ولسوالی دهراود این ولایت. آیا سقوط کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محمد ستاتا مزه ستاتا سر ټول کارګنات ولیدون کارګین سلامونه نی کلی وړاندې کوم. دهراود ولسوالی تقریبا څلور میاشتې کې په دې ولسوالی جنگ دی. دا دې مخ کې خپل طالبان ونیول، بیا بیا ته حکومت ورغی ونیول، اوس بیا دا د برایي ماښام بیا طالبان ونیول. هغه تعمیر و دا شیان خو د یوه هفته مخکې په لاس کې و، ولسوالي و قمندانۍ تعمیرونه، مګر دلته د هغه قمندانۍ ته نږدې چې هغو طالبانو زندګي نه سوه پکښې کولی، دلته برایي د سردار اکا په مسجد کې، نو هلته دغه کمانډویان و د سرپرست قمندان د امنیه جولي محمد و، دا خلک نو دلته و. ماښام درو کې تو چې یوه د هلمند یې راغوښتې ده، یوه یې د چچینو راغوښتې ده، ټول امنیتي کسان په دې خبره هم دي، یوه یې د چیري سور غوښتې ده. درې سری کېچ اریو ته ځان ته نوم لري، ځان ته کیسه لري. دغسې درو سرو کې تو په دغه ځایو باندې جنګ وکړي، یولس نفره شهیدان تر اوسه طالبانو ته پاتې دي، یو جسد هم حکومت نه دی راوړی. دا یو دوه نفره تر اوسه فریم ورک کې فتح یې نهشته چې طالب ته تللی، حکومت ته خو نه دی راغلی، که دې خواته راغلی معلوم سوی به وایي. دا یو بل دي، او اته نفره موږ زخمیان لرو. دا ولسوالي اوس راټوله سول د یخي پاپریکې ته راورسېدل. دا زموږ د روزګان خلک ګرده خبر دي. زه په روزګان کې د دهراود ولسوالۍ یم، زه 15 کاله د ولایتي شورا رئیس پاته سوی یم. دقیق، زه د دغه موهبې سره م بهترین ښه پېژنم، ولسمشر غني سره م پېژنم، په ټیم یم، په دې شانو کې هم د دوی سره م پاتې کې. زه داسې نه چې شخصي اوږده وایم، هر څوک چې وایي دا چې هر چا درته ویلي چې ما تازه دمې عسکر واستول، اوس سې کې مخکې ما خبرې ورسره کولې، یوې د چورې د قمندان ورور واستوئ، د لسو دولسو کسو سره، یوې بل سړی واستوئ، د اوه اتو کسو سره، 15 نفره یا 18 نفره پولیس جوړېږي چې دا وراستوي. یوه هفته مخکې امیر امنیت تللی دی، پرون زما قمندان د امنیې نوی په ولایت کې تعین شو، علي احمد عطایي نوی ورواستوي. تر اوسه پورې خو هغه بېچاره ولد لا نه دی چې دا څه ساحه ده کومې خواته ولاړ شم. نو واقعیت د دهراود ولسوالۍ سکوت یې وکړي. آقای هوتکی، چون 10 روز پیش این ولسوالی به گونه کامل پاکسازی شده بود، چون در نو پاکسازی سوی اصله دغه دروغ ده، دغه شنخ سړی زوري کی دروغ میگه؟ وزارت دفاع ملی دروغ وویل. وزارت دفاع، وزارت داخله، کمانډویان ورغ له ما چې د منار سره د چوک سره عکسونه واخیسته، بیرته یې پسې راواخیسته. زه دا سردار اکا تر کلاچی پورې دا خلک راورسول، زه هم دا زما د اکا زوی دی سردار اکا، زما په کور کې حساب و. دا پرون نه وړمه ورځ زما کور و مخ ته موږ سرایچه، تاسو مهمانخانه بولئ، موږ سرایچه بولو. دا زما سرایچه پرون نه وړمه ورځ مازدیګر پټاو کړه طالبان. تشکر. آقای احمدزی، چه جریان داره؟ واقعا آن چیزی که حالا در خبرنامه گفته شده که 10 روز پیش پاکسازی شده بود، اما آقای هوتکی گفت نه، اون چیزا وجود نداره، وزارت دفاع ملی دروغ میگه. جنگ فعلی واقعا آن چیزی که حالا توقعات هست خلافش است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از هم اولتر سلام احترامات خویش تقدیم همه شهرونده عزیز، بخصوص آقای هوتکی، شما دوستان، سلام محترم کارمندان تلویزیون خورشید تقدیم دارم. و در قدم دوم درود فراوان به شهدای افغانستان که در طی 40 سال به انواع گوناگون قربانی سیاسی و اهداف مخربشان شده، برایشان درود میفرستم. برای جوانان اندیشه که دارای اندیشه جدید است، تقاضا میکنم از پیشان که فریبی سیاسی ندگه نخورم.
یک موضوع جنگ شما گفتین، من یک مثال بسیار کوچکه از یک هفته قبل شما خبرش اونم تیر کرده بودین. بله. یک هفته قبل یک دو سه تا شاگردای ما، کسایی که ما در بخش های بعضی نظامی و عدم مشوره میخواستن یا مسائل امنیتی با ما در تماس هستن، اونا در قطعه در یکی از لواهایی که مسیر شهرهای شبرغان و مزار شریف امنیت گرفته، با قماندان قطعه آقای اشرف غنی صحبت ویدیو کنفرانس میکنه و امو دوستای ما در اون نشسته بودن در این ویدیو کنفرانس که قماندان امی لوا به چی حد دروغ افغانی میکد برای اشرف غنی. دیگه اشرف غنی بیچاره هم گناهش نبوده، دیگه میشنوید و خو خو میگفت بله بله میگفت. دیگه وقت دمی جریان امو آدم از شعبه میبره بسیار جگرخون میشه، به ما زنگ میدنه گفت امی لحظه آقای اشرف غنی صحبت میکنه که قماندان لوا، قماندان لوا فرافر برشان دروغ میگه. شما یادتون است 8 نفر سر بریده بودن از مسئولین مسیر راه را در مسیر راه شبرغان یار. دیگه گفت که حتی این واقعه را برش نگفت، گفت ما تحت فشار هستیم، پوسته های ما گفتی را برش نگفت. درست آقای احمد زایی، یعنی آن چیزی که حالا فعلا در واقعیت جریان داره و نیروهای امنیتی جان خود از دست میتن، نیروهای ویژه، 10 روز پیش حالا ولسوالی دهراود پاکسازی میشه، دوباره به دست طالبان سقوط میکنه به گفته آقای هوتکی. این پرسش برانگیز است. ما یک موضوع رو برات بگم، در اروزگان در جنگی که قماندان رازق حتی یک دفعه خدا بیامده شهید رازق محاصره شد، ما بسیار کمک کردیم برش در او وقت از طریق بخش های نیروهای ایالات متحده که پس دوباره اروزگان رو نگذاشتیم که سقوط کنه. که در روز زمان رئیس دفتر آقای غنی سلام رحیمی بود و در جریان بود، کمک از ما خواست، بالاخره تا نیروهای خارجی به حرف از یا نمیکرد. ما یک در اینجا که بسیار زیاد موضوع مهم است، سوی است که دهراوت بسیار وقت میشد با طالبا بود، اما تو که آقای اوتکی گفت یک چند نقاط بسیار کوچک که اینا به می حد عملیات سازماندهی میکنن، مصارف لوجستیک و مصارف اسلحه و مهمات تیر میکنن و حتی او اسلحه و مهمات فروخته میشه، پس دشمن ما آلت بیرون اسلحه و مهمات نمیره و هیچ دولت نمیتونه این رو ثابت کنه. تمامش هست که کمکاری و پنهانکاری وجود داره در قبال دهراوت. ما اگه برتون بزنم میفهمی تفاوت بین رژیم طالبان و حکومت فعلی چی است. ما در روز زمان یک معلومات مسئول بخش ضد جاسوسی مقاومت بودم، از یک طالب اینترویو میگرفتم، گفتم که برادر امی اصول شما چی است، میفهمی او چی گفت؟ گفت صداقت. وقتی گفت ما یک طالب صداقت داشته باشه به پیلوت ضرورت نداریم، گفت همون صداقت از او رو پیلوت میسازه و او طیاره را هیچ وقت در اختیار دشمن نمیتن. یک چیز متوجه باشین، صداقت در این وظایف ماشینی، من این وظایف ماشینی میکنم مثل خورزابط های ماشینی واره، در این اصلا وجود نداره. تمام از یاد دروغه با وزیر دفاع بیچاره دروغ گزارش میده، تمام از اینا با وزیر دفاع مجبور میشه اون گزارش به اونجا میده. یک سیستم دیگه ایره که با شما در قوای مسلح اسبق داشتیم که او کنترل نظامی بود، یعنی بخش های مفتشین نظامی و استخباراتی، ما او را غیر فعال داریم. یعنی ما یک هماهنگی تا نداریم که اونا بگه که اینمی قماندان قطعه میل از دروغ میگه، اینمی سیستم نداریم در داخل تشکیلات خود و تمام تشکیلات ما بر افراد غیر مسلکی تحویل داده شده. شما متوجه هستین مداخله معاون اول، او به کدام نظام بلد است که با جور کده رئیس از شکمبه خود یک چیز، یک کتاب ایرانی را میخونه، یک دیگر میخونه، موضوع این تو نمیشه. نظام درس کار داره، تعلیم کار داره، تدریس کار داره، بعد از اون میره در اونجا، او باز مدیریت کار داره. ما به این می مشکلات دچار هستیم. ما این مشکلات آقای غنی هم برش توجه نکرد، به خاطر اینکه او از اون چهار دیواری های ارگ بیرون نمیبره، میگه که من افغانستان رو در اینترنت میبینم. تشکر آقای هوتکی. حالا گزارش های وجود دارد که فرمانده کندک ارتش، فرمانده توله کماندو و 20 نظامی کشته شدن، این خبر درست است؟ نه زایوشه به تطویمه داغه افوهات سنیو پغاول که دوازه دا دست جوړ وسو سازم دوولش نه پر خبر سولم مګم په مشکې زموږ په دروازګان کې د قومي خبريسته مش کوم یو د بل په ضد نه استعمالوي چې مغزمو په سر کې چې د چاچ مغزه په سر کې نه وي هغه یو د بل په ضد استعمالوي زما کومان چې زموږ د پلاړو نه کسه د خپل د قوم مشه ته په غاړه لرو زما کومان چې د اخوا څخه چې نک طالب دریز خلګو زپه پېده مغو ماته جنگ وخه چې ولاد شي وي شته وي کسه دی وجه کسه یو څو دي شو اسمه دغه خبرونه بالکل نادرست و
تر څو پورې چې دقیق معلومات مې کوي دا هغه کمانډان مړ دی چې د نن څخه تقریبا درې میاشتې مخکې د دې کمانډان په دواړو سترګو ړوند و پنځه کاله یې دغه فرنپوس ولسوالي ساتلې وه د چا مال خوندي وایم سر خوندي وایم ناموس خوندي و دا د حکومت راوغوښتي ترینکور ته د یو بابیز کار دپاره چې ول په کمربند کې یو سړی مړ دی دا یې غوښتي دوه ورځې عدلې ته په ترینکوټ کې وویشت شو دا بل ورور یې سرپرست شو دا سرپرست ورور یې دا دی پاته دی ماښام واجول امامت قرباني ورکړل زما سره څلور ویشت ساعته ورور په تماس کې دی په تماس کې دی زما ورور حالت دی زما بل ورور حالت دی بل ورور مې حالت دی ما خو ما څنګه خپل په فامیل د دې د فاضل تر وسط دی پنځه نفر د کور غړي د کور سامان مې لپاره نه دی راوړی چې د الکوان مې ورېرونه مې د چا ته تعلیم وکي موږ د دې د پاره غلیم خو وطن حالت دی یو ولس نفر جسدونه د جول محمد په شمول چې د جول محمد صدا خبره زه کومم چې طالب وایم یم یمي وایم د جول محمد څخه د لیته د ګودام ومخته د کمیسم کړل دي د جسد څخه د سرپرست کمانډان جول محمد کمیس کړل دي واجب په ټوک پاته دي د سره په ډبونو د سوت چت پټ کړی دي طالبان هغه پر ګرځېدل دي په دغه حالت کې دي کسړی وجدان ولري سړی نفس ولري دلته نن دغه و چې سړی باید د خپل سرباز سره ولري همین وضعیت بعد کیاستن در همون محل دا چا دی دا مسولیت دا مسولیت هغه خلګو دی سره چې په دا ته په ګرمه وای کې ناشتي زوام یې سره غل دی ته غل بیا څه کوي ته اوس ته په سره غل دا دا زد ته مې دا محل دا زد ته دا ولسم شر غنی لګی چې ولدی نه دی خبر دلته دا ولسم شر په بغل کې د شي موزیر کړی استا دا چې بد خلک سچ امي نظام چولې کوي امي غنی چولې کوي امي ونی کوټ چولې کوي امي جراوت دغه ولسوالۍ کې خلک سر بازان دي په شهادت رسول کې جوان پاغه خو کې پاته دي خو ماته دي د حکومت سچ د ټلویزیون اعلان ته کوم ماته یې اجازه و چې سبا ته زده غو شیطان تر اباسم موږ ته قومي خبرې لرو دا یو بل درته وایم یلان د تکوم دغه ټلویزیون څخه زه د فلاد نیک سره يم جی اچ 50 ټکان لرم جیدات اصل لرم یت زړه ته کوم چوکی ته لرم مګن یلان د تکوم کمی پشپاش میاش کې د روزګان ته تغییر ور نه کی ا زه ګسره کې د غیر وبریتون پاک صاحب خریم کمی یو نقطه د قانون خلاف مو کړل مګن پری دی میج دې ما سه دلته پیسې نه غواړي تشکر ما جو واسې زه کنټرول او تشکر په دغه بخښنه په دغه پرسونل یو د ولدولا دغه امکانات چې دوی وسول ځان تاسو ویلي دغه امکانات چې سایز د ټلویزیون کې دغه زما واتس اپ کې زما سره د خط ویلي کې ما جو واسې زم مګن وز ما سه دې پیسې نه غواړي نه لرم نه ورکو تشکر تشکر کوی هوتک برمیگردیم ما پیش از آن میان برنامه کوتاه داریم با ادامه برنامه خط کابل خوش آمدید آقای احمدزه یک قصه تلخ سالهای سال است که وجود داره این که بخشای از ولسوالی ها حالا سقوط میکنه دوباره توسط نیروهای ویژه نیروهای امنیتی گرفته میشه و تصفیه میشه اما دوباره به دست مخالفان میفتد ضعف در کجاست؟ ببینین یک ضعف در اولین ضعف یا در زیربنای ضعف نظامی یک کشور اوی است که ما بخش های استراتژیک مطالعات قوی در مورد ایریای خود نداریم یه تو یک سیستم یا اداره نداریم و استعداد نه وزیرای داخلی ما دارن نه وزیر دفاع ما که نه امنیت ملی ما که این سیستم ایجاد کنه در وقتی که ایالات متحده آمریکا خواست در حکومت دور دوم آقای کرزی که اینمی ادارات ایجاد کنه شخص خودم در بخش مسائل مطالعات نظامی و استراتژیک بسیار کار میکدم در یرسن باز با ناتو کار میکدم و ما در اصلی از این بودیم که ما ایتو یک سیستم را ایجاد کنیم که ضرورت به این نباشه که ما نیروهای کماندوی خود که به بسیار مشکل برای یک کشور تربیت میشه اونا برای جنگ های بیرونی هستن نه ای که برای جنگ های بسیار زیاد عادی ما باید از او استفاده نکنیم اونا را من حیث یک نیروی ریزرف نگاه کنیم که به کمال تاسف در روز زمان آقای کرزی می موضوع را رد کرد و حتی بخش های پولیگراف که یکی از مسائل عمده بود که ما کسی که راست میگه دروغ میگه مصارف از روی ایالات متحده آمریکا می آمد که ما از مایند همه گی افسرهایی را که در ایتو قطعات تنظیم میکردیم باید شروع میکردیم اما آقای کرزی را نکد و آقای غنی هم امور رای کرزی را تعقیب کرد چرا که اینا کلی از یا مصروف فساد هستن یعنی در ذهنش فساد هستن پس در این وسط روی از این مردم چی میشه؟ مردم هر روز قربانی بتن و در کنار ازی شما این زفار یاد کردین به اینا توجه نشده ببینین یا عمدن توجه نکردن
به خاطر از اینکه وقتی که تلفات میته شما همی 317 تا 12 داره که من شف نشف طالب بگم که از اینجا والی میشه از اونجا میره مثل که پیشتر برادر ما گفت که دوسیه داشت باد کرد عبدالله مویب ملاقات کرد باد روانش کرد بایسی والی اینا سایکو اینا چی هستن؟ اینا دزدای سیستماتیک و حرفه‌ای هستن. اینا در غم من و تو و ملت بیچاره نیستن. روزانه شما ببینید چقدر انفجارات در شهر کابل میشه، روز آرام ما شما نداریم. اینا در غم ما و تو نیستن. اینا اگر روی ازی فکر میکرد ما تا آل نتونستیم که سیستم کشور خود ادارات هست. پس بحث قصه مبارزه با فساد یک قصه مفت هست. ایرخ شما دیدین ایالات متحده آمریکا هم گفت، سیگار هم گفت، جامعه جهانی هم گفت. این قصه و ای داستان فقط آقای غنی به خاطر امو چور چپاول پول جامعه جهانی شروع کرده که شاید بند هم شود امی روزا. اگر بند نشه جامعه جهانی در اصل دشمن ملت افغانستان است که اینمی افرادی به تجربه با دیپلمه های جعلی و اسناد جعلی بالای ما تحمیل کرده و نه خانواده هایشان اینجا است، هیچ کسشان نیست. اینا در صدد از این نیست. غم موتور کجا داره؟ اینا در غم موتو اصلا نبودن، با پاسپورت های خارجی هستن. ولی تا جایی که من میفهم خداوند تو روزم آوردنی است که ما شما انشالله خواهیم دید که اینا از ارگان برآمدن اتانن و ادم اینجا به درسه که گرفتار شوه. اما تا او وقت را به خاطر بقای خودش به هر نوع جنایات یادست میزنه. اما مردم هر روز به قربانگاه خب، میرن خب، و کشته مردم میشن. نیروهای امنیتی اینا چی میشه؟ من همیشه ببینین من بسیار جگرخون بالای نیروهای امنیتی هستم، اما ضعفی که با در نیروهای امنیتی هم میبینم، فرض مثال یک ضعفی بسیار گسترده و بزرگ را در قندار دین روز ما یک راپور داشتیم که به حد نیروهای امنیتی ما قوای مسلح ما ارغنداب چرا سقوط کرد. حالا پس دست طالب افتید، شاید برادر خبر باشد چرا مردم برش رای داد. نیروهای امنیتی ما مصروف در قندار بالخصوص همی پلیس محلی میگه چی بالا میگه و در جیره مربوط به ناموسی به عزتی به اینمی هست. حتی مردم محل برش گفتن، برای ما مردم آمده بود، مردم قندار چون جایگاه ما یعنی مسکن ما، برای ما آمد گفت که برادر ما گفتم چرا نمیخیزین، گفت با کی بگیم، گفت اونمونجا گفت طالبا حداقل به عزت ما به ناموس ما تجاوز نمیکنه. ببینین اینمی تفاوت هاست. من پیشتر گفتم که استراتژی اینا ندارن، برای یک حوزه کابل اینا استراتژی امنیتی ندارن، چی بسا که برای یک ولایت داشته باشه. تشکر به شما. برمیگردیم آقای هوتکی، آن چیزی که حالا وزارت دفاع میگه اوضاع تحت کنترل است، اما فعلا وضعیت چگونه است در اونجا؟ از تشکیلات بگوین، از پرسنل بگوین، از امکاناتی که اونجا وجود داره، در حالی که در گذشته گفته شده که پاکسازی شده بود، ضعف ها کاستی ها چی است که باز دوباره خدای خیر در که بلی چیل ندی ماسی که دغه ولسمشر ته یو څوک خواخوږی د حکومت ست دغه زما خبری و دغه ستاسې و دغه مجلس ته د تور ورسی پر لیاز د خدای که یونه کی افغانی یونه کی مسلمانی یونه کی یو لاش وجدان تکان لري کنی د عمر الله صالح ته جوړ ورسی د خپل دی وطن کې سړاو تو دا ټول لیدلې ده د جخ په پویج زه د توام دا د روزګان ولایت شپږ می دغه څلور کال کې چې دا اسما سره دی د خپل ترین کوټ 10 کیلومتر د 6 کیلومتر پر پایناوا باندې دا یو حکومت مرکزی در میان گذاشته دی خیدر کی زو میسره دوی غچته موچه ور کی دلته داخله چغه تو چ صاحب به خو شکا دی وکی اپ نمایندګو دا نه بده خدا غم مشکل نمایندګان شما چی میکنه خدای دی خیدر کی ما میسره نو بره تر دغه پر واټ کله دا یو دغه بسم الله محمدی نو ویم چې موږ وکیلان دا بسم الله محمدی دا تک شته په تاسو غلی غز موږ بسم الله میجل دی ولا که څوک پکولم دا دغه خلکو کې باز په داسن اترانو په دوي ته چې نه څوک پکولم نکي هغه مونږ کې کو د لایلم په واقعیت کې دغه یو مشکلم څه چاغم په دلسته توګه نشي وړاندې کولای چې دا چې زین و دې ته جوړ کې چې دا په دې باندې برابر کې دا یو خبره ده بل نو ویم چې دا کار سره صادق خلم بیا بسم الله محمدی لا کو دا خپل دا جراوت یغم دا جراوت یغل شپه ورته پوتو چې تاسو غلی خپل دواس کې مګه خبره به زه په دې ځای کې توقع کوم د روزګان د شپږ ولسوالۍ دي په چارچینو کې یوازې قرارګاه پاته ده، نه کلی د حکومت سره سته، نه بازار سته ورسره، نه یو کور هم د ملت نسته. یو کور په خاص روزګان کې یو کور نسته، کنډک قومنداني په یو ځای کې ده. دا بل په ګزاب ولسوالۍ کې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې د قومنداني د حکومت په لاس کې د نړیدلې دا اخلاص یوازې د ولو قرارګاه پاته ده. په ترنکوټ کې دغه غلدی د جراوت ولسوالۍ دا دوه مواد چې طالبان یې نیسي دا ولې نیسي طالب ته مهمه بولي په چشې ده.
ملا برادر در دغه زیدی ما مخکې تو نه خبرم ملا برادر در دغه زیدی ملا معلومات در دغه زیدی دغه جمله د جلا خوند دغه زیدی ملا نیم در دغه زیدی تو ملا زوین لا دی سود ملا زوین لا دی ملا نیم دی د پاره کې میمنه کې نظامی کمانډان د ټول دغه زیدی ته دغه زیدی خلک دی ګری کې راغلی وی دی لمند سره خسره کې راغلی اگر مخلص کلام دغه زیدی کې راغلی نو زه در تان خدای جن سکوې د کوسره خلاص کې ولس جزتونه کنه و پاته د اوس ست کې ما جبه در افری کې کنه ضرورت بلا کې دی جنگ دهراوت طرف مقابل گروه طالبان چی میخواد؟ خدای خیر هغه د ولسوالی په و معنا چاته نور کی کرزی صاحب ما اول چولاری دغه انقلاب چراتلین په جراوت کې کښیناستی د دې مخکې د خلکانو م اول ټانک بده د په یاجی په جراوت کې وسوزل سو د انګریزانو خلګه د حساب کې چې د غزه څخه شروع سوی دی طالبان پر هغه خط باندې پرېږدي دلته خلک استراتیجی خبر کې دلته بیا دوی دا فکر کوي چې موږ په ار کې ناشته یو یا په وزارتو کې ناشته یو دی وای ځا دا مونږ کې اجه ما بوله طالبان دا خلک تقریبا زموږ د روزګان ډیر برخه خلک بي سي واده دي طالب ټپل خلک ډیر ژر وشت پښتې کوي سي زه زه خدای کوم چې سره يم چې طالب دا غزا حرکت راکې په پویژم چې دا ته سونی راځي په پوی په خبرم څلور وشته نه محل سره يم څلور وشته زه غوښتم کوم چې په هر ولسوالۍ کې شوري ما ته معلوم دي شل میله دي سلاده دوغه ني دي پکاده سره دي دوغه ني تو پکې دوغه ني دي نه پات دي په غزا جنگ کې دا نه کوم چې زه په دکاندار ما د پلاو دي کس نه دکانداري کړی ده نه مو شي کړی دي موږ دغه جرګو مره کو خلک په دې کې شنو دا نن چې زیګر چا کوم نه می وینه پر جوش راغلی ده نه می حساب وکړ پیښې دي په ځان می اعتماد دي چې دلته دا ویډیو پرېږدم دا کلیپ ته سره پرېږدم غني مګه و په سات پیسې مره څه غواړه دا غیم کنه چې د کین پښپاش میچ په روزګان کې تغیر راغلی آقای هوتکی آقای ټول افغانستان وځه آقای هوتکی کار از کار گذشته یا اینکه کاری باید صورت بگیره یا هنوزم فرصت داریم که باید توجه شوه او خزه ده خو مش ده خو ای حکومت ته تر غوس خوشال کاله وچلی ده یعنی ته کامیاب کړی نشو نوم در تراوی چی که ده خلک بالا وره کې کتر چیر سراسه توکل په خدای وک هغه څوک چې تا تعهد او وعده او صداقت او اخلاص ته ثابت وي عبدالکی هغه خلک را مخته کوي فیر او ته پیژې روزګان دی پیژې کې یو مسکال غلا کړی او پیژې ولا کړم کله دا خبرې نه کې کولې پیژې ولا کړ سړی ز کوم درم ز وطن لرم ز دلته دښ نه يم چې دم زیم را ولاړ سوم دا خبرې کوم دا چې ز کوم د ازما خبرې ملا یعقوب هم ادي ازما کوم دی دا ملا منانم اوري دا خبرې ملا برادر ازما وطن دار دی پله په پله یو سره دیم اروي دا خبرې هلته زما تر ورو تر قوم تر بل دغه شی وځي دا چې زه وایم دا زما په توان کې دی شه تر څو په دې چې په روزګان کې واقعي خلک را مابین سنه کې هغه خلک چې دی حکومت ته ذهني جوړ وي هغه خلک را مابین سنه کې موږ د دې په ساته نو خلاص یا د نو می غښتنه د حکومت څخه دغه چې دی وایي په لوبلان کې کنډکټر پاتې دی دا زموږ د کورو راوځي پاتې دا غوایز کنډکټر د پاتې دی دا وسې چې کی مخکې خبرې وسره کولې د جراوت سره چې تنزوب جو په ټلیفونونه کار کې ما ټول چې دغه چې تاسو په کمپاین نه نوټلی یاست موږ کمپاین بول دا د ودی ملي کنډک اول کنډک دی د سلری ملي وا ما چې په دغه نه نوټلی یاست مو روزې دا د یخی په فابریکې ته مروان واچوي که سم یې په خدای کې په دایو ساده داخله کړي کړي ولی هغه ویني تشکر ما مشکل چیرې دی تشکر آقای احمدزی خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین چون وضعیت طوری هست که 31% تلفات غیر نظامیان افزایش یافته تورهای هدفمند وضعیت کشور شما میدونین به کدام طرف میریم خیلی کوتاه ما مردم افغانستان یا ما و شما من و تو هم ما هیچ دوستی را نه در حکومت داریم نه امیدواری به طرف مخالفین داریم بله قربانی ما و شما هستیم هم مافیایی که در داخل ارگ نشسته و هم در داخل ادارات هم اگر در معاصره به حمایت کشورهای اروپایی و انگلیس به پیش میبره انسانهای بی تجربه رو میاره مقرر میکنه تشکر هم یا ما شما را این ترورها را برا انداخته و هم مخالفین یک منطق نداره که بگه که ما مردم چرا وقت ما خلاص شده بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان نادر احمدزه آگاه مسائل سیاسی و همچنان امان الله هوتکی رئیس پیشین شورای ولایتی اروزگان سپاسگزارم که از این که در برنامه حضور یافتین از شما هم سپاسگزاری میکنم پایان خط کابل شب بخیر